سلام گلای من، داستان امروز ما بچه ها در ارتباط با یه ملخ خوشگله، ملخ سبز رنگ. بریم ببینیم داستان امروزمون چیه. ملخ خوشگل ما توی جنگل خیلی خوشگل کنار دوستاش زندگی میکرد. بچه ها، حشرات در حال آماده شدن یه مراسم خاص بودن. همشون زیر درخت توت جمع شده بودن واسه برنامه ریزی رژه حشرات. ملخ به تماشای کفش دوزک نشست. به خودش گفت وای، لکه‌هاش چقدر قشنگن. بعد به پاهای هزار پا نگاه کرد. براش خیلی جالب بود. ملخ آهی کشید و ده ها پروانه رو داشت نگاه میکرد. چقدر رنگ و رنگ و خوشگلن. ملخ به بدن ساده خودش نگاه کرد. بعد با اون حشرات دیگه مقایسه کرد. خیلی غمگین شد. بچه ها، از نظرش خودش خیلی ساده است. تنها قابلیتی که داره به خاطر رنگ سبزش، میتونه بره یه جا پنهان بشه که پرنده ها نتونن اونو شکار کنن. به خاطر همین ملخ کوچولو وقتی داشت به اونا نگاه میکرد و به خودش فکر میکرد، احساس کرد که خودش هم نامرئی هم کسل کننده. چندی نگذشت که زنبور ما با بدن راه راه و زردش اومد پیش بچه ها برای سخنرانی. وقتی رسید جمعیت شروع کردن به کف زدن و فریاد زدن. زنبور کوچولو شروع کرد به حرف زدن. گفت اول پروانه ها نمایش ما را شروع می کنن. همه شما باید به این فکر کنین که چگونه میتونین از استعداداتون توی این نمایش ما استفاده کنین. ملخ به سختی آب دهنشو خورد داد و به پروانه ها نگاه کرد و تو خیال خودش گفت من که کاری نمیتونم انجام بدم. وقتی جلسه به پایان رسید، حشرات همه جا پراکنده شدن. تو سوراخ ها، گیاهان و درختان به سمت خونه های خودشون حرکت کردند. در حالی که کفش دوزک داستان ما داشت راه میرفت به سمت خونش، با هیجان در مورد نمایش با خودش صحبت میکرد. هزار پا نقشه های بزرگی برای رقص داشت و پروانه ها در حال چرخیدن و قلط خوردن توی آسمون برای تمرین نمایش خودشون بودن. ملخ ما بی سر و صدا به سمت چمنهای بلندی که در اون زندگی میکرد برگشت و اصلا احساس خاصی نداشت. چند روز بعد، زمانی که ملخ روی یه برگ زخیم خوابیده بود، ناگهان صدایی شنید. با خودش گفت آه، روز رژه فرا رسیده. او به خوشه های هیجان زده خزنده حشرات که به سمت درخت بلوط می رفتن نگاه کرد. چقدر خوشحالن اینا. واسه همین ملخ ما توی چمن ها زیر یه برگ پنهان شد تا نمایش تموم بشه و از اونجا بیاد بیرون. بعد از مدتی شلوغی و سر و صدا آروم گرفت. به خودش گفت چرا رژه شروع نشده؟ ملخ گفت این باید تا الان اتفاق می افتاد. آیا من بعد تمام روز زیر این برگ بشینم؟ یهویی برگ کنار رفت و زنبور اونو پیدا کرد. زنبور گفت ای بابا، تو اینجا نشستی؟ همه جا دنبال تو گشتم، خیلی خوشحالم که تو رو پیدا کردم. ملخ گفت دنبال من میگشتی؟ چرا؟ من که نمیتونم توی رژه کمکی به شما بکنم.
یهو زنبور با خوشحالی گفت: اما موسیقی. تو تنها حشره‌ای هستی که میتونی موسیقی بنوازی. ملخ آروم آروم متوجه حرف زنبور شد. اون تنها موجودی بود که میتونست با پاش موسیقی بسازه. اون بالاخره متوجه شد که خیلی خاصه. سری با زنبور شروع به پرواز کردن کردن و رفتن به سمت رژه. هنگامی که آنها به رژه رسیدن، حشرات از دیدن نوازنده مورد علاقه خود خیلی خوشحال شدند. ملخ به سمت بالای درخت بلوط رفت و شروع به نواختن آهنگ جشن کرد. جمعیت چشمان خودشونو بستن و از موسیقی فوق‌العاده داشتن لذت می بردن. به این ترتیب ملخ بهترین آهنگیو که داشت و برای اونا ساخت و اجرا کرد. بچه ها، داستان ما به پایان رسید. تا داستان بعدی، بدرود.